بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. امروز پنج شنبه دوم قفس سال 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 23 نوامبر سال 2017 میلادی. به این مجموعه خبری خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها. تعهد جاکارتا بر کمک بر روند صلح افغانستان. مثل افغانستان که متاسفانه قربانی جنگ سرد است با یک کشور امن و دارالامن جنگ. نابودی 22 کارخانه مواد مخدر در هلمند. یک فابریکه مواد مخدر از بین رفتن، یک فابریکه مینسازی هم از بین رفتن، با دشمنم تلفات رسیدن. و تصمیم پاکستان بر آزادی حافظ سعید از بند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اندونزیا تعهد سپرده است که افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک کند. آقای جوکو ویدودو در دیداری با اعضای شورای عالی صلح گفته است که نشست برای صلح افغانستان برگزار می کنند که عالمان دینی کشورهای اسلامی منطقه و جهان در آن اشراق خواهند کرد. گزارش از همکارم باعث حیات ببینید. رهبری شورای عالی صلح در اندونزیا کلید گمشده صلح افغانستان را می جویند. توانستند از جاکارتا تعهد همکاری در مذاکرات صلح را دریابند. رئیس شورای عالی صلح در دیدار با مقام های اندونزیایی گفته که راه حل مشکل افغانستان سیاسی است نه نظامی. متاسفانه در قضایای افغانستان مسائل وارونه به شکل مذهبی و دینی بازتاب داده شده و علمای جهان اسلام به خصوص علمای کشور اندونزیا می توانند نقش خیش را در حل مشکل افغانستان ادا نمایند. عالمان دینی اندونزیا نیز در دیدار با اعضای رهبری شورای عالی صلح تعهد سپردند که نشست را با حضور عالمان دینی منطقه و جهان روی منازعه و صلح افغانستان برگزار می کنند تا اجماع کلان اسلامی روی روند صلح افغانستان ایجاد شود. تر سوچی طالبان سول ترانسی د سول مذاکراتو کې برخه وانخلي دغه سناست به ډیره نتیجه ونه لري. اما نقش کشورهای اسلامی شبیه اندونزیا برای پایان منازعه افغانستان سودمند خوانده می شود، چون امروزه جنگ افغانستان زیر نام اسلام صورت می گیرد. از این رو یک دستی کشورهای اسلامی در برابر بنیادگرایی اسلامی نیاز جدی پنداشته می شود. جاده پایه های صلح نوین در سطح جهان بریزند و کشورهای مثل افغانستان که متاسفانه قربانی جنگ سرد است با یک کشور امن و دارالامن ایجاد بکنند. قرار بود نشستی هم درباره صلح افغانستان به گونه غیر رسمی با حضور سران طالبان در دبی برگزار شود، اما گفته می شود که به نمایندگان طالبان برای شرکت در این نشست ویزا داده نشده است. در 4 روز گذشته 22 کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر در ولایت هلمند از بین برده شده است. وزارت دفاع ملی میگوید عملیات هوایی نیروهای خارجی و افغان برای از بین بردن کارخانه های مواد مخدر در این ولایت به شدت ادامه دارد. در این عملیات افزون بر مندهم شدن کارخانه های تولید مواد مخدر، تلفات سنگین و طالبان نیز وارد شده است. مقام ها در این وزارت میگویند این عملیات در تمام ولایت های کشور ادامه خواهد یافت تا منابع تمویل حراس افغانان که از مواد مخدر تامین می شود از بین برود. لیدا نیازی جزئیات می دهد. جنگنده های بم افغان نیروهای بین المللی در 4 روز گذشته حملاتشان را بر مرکزهای بزرگ تولید مواد مخدر در ولسوالی های دیشو، موسی قلعه، کجکی و واشیر ولایت هلمند هدف قرار دادند. نیروهای امنیتی افغان نیز از شدت این عملیات ها و گسترده شدن آن خبر می دهد. دو موضع مستحکم دشمن هم تخریب شده. دینشا هم ضربات هوایی داشتیم که در او هم یک فابریکه مواد مخدر از بین رفتن، یک فابریکه مینسازی هم از بین رفتن، با دشمنم تلفات رسیدن. عملیات مجریان دارن، نتایجشان هم بسیار خوب است. تا اکنون 65 حمله هوایی بر کارخانه های مواد مخدر انجام شده که 22 کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر و هیروین منهدم شده است. اساسی
زایونه دمرنه زبور مدلمان زبورد که گیره بی ده مخدر مواد و ده تولید مرکزونه به نخکیه دوی تنبیل تم زیان رسید و دوی آقا قدرت تم زیان رسید. فرانیز کارخانه های فراوان مواد مخدر را به خود جا داده است و گزارش های وجود دارد که حتی قاچاقبران منطقه‌ای و جهانی فعالیت دارند. از همین رو بر ریشه‌کن کردن آن پافشاری می شود. تروریست ها کوشش نوعی شار کردن بخاطر یه زمین که زمینه را مساعد بسازن بخاطر قاچاق و ترافیک مواد مخدر با او شاید زندگی بکنن و با اولسوالی های دور دست غیر جاد خاک سفید شاید زندگی بکنن، ولی با سایه امن که دولت ها و زیر تصرف دولت ها و قاچاقبر بزرگ مواد مخدر در این سایه زندگی نمی. یکی از منابع عمده تمویل جنگ طالبان درآمد مواد مخدر گفته می شود، چنان که به تازگی فرمانده ماموریت حمایت قاطع گفته که سران طالبان از مواد مخدر 200 میلیون دلار به جیب می زنند. قرار است 11 نامزد وزیر به روز شنبه هفته آینده با مجلس نمایندگان معرفی شود. هیئت اداری مجلس نمایندگان میگوید معرفی نامزد وزیران اجندای روز شنبه این مجلس است و تاکید می‌ورزد که نام سرپرست وزیران معرف تحصیلات عالی وزارت امور خارجه شامل این فهرست نیست. علی اصغری بیشتر جزئیات می‌دهد. ظاهراً ریاست جمهوری تصمیم گرفته است که 11 نامزد وزیر را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند. ویس احمد برمک نامزد وزیر وزارت امور داخله، شهزاد گل آریوبی نامزد وزیر وزارت مخابرات، نرگس نهان نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم، گلاقا شیرزوی نامزد وزیر اقوام و قبایل و سرحدات، مجیب رحمان کریمی نامزد وزیر انکشاف دهات، محمد رسول باوری نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ، مصطفی مستور نامزد وزیر اقتصاد، طارق شاه بهرامی نامزد وزیر وزارت دفاعی ملی، نصیر احمد درانی نامزد وزیر وزارت زراعت، حمید طهماسی نامزد وزیر ترانسپورت و هوانوردی و یما یاری نامزد وزیر فواید عامه. په جلسه وی ده چې د لندۍ د میاشتې پر څلورمه نیټه چې د شنبه ورځ ده د پارلماني چارو وزارت نماند وزیران ولسی جرګې ته د باور درای د اخیستلو لپاره ور وپیژي. ده مرد و یک بانوی است که هفته نو از تریبیون مجلس برنامه هایشان را ارائه خواهند داد. اما محمد ابراهیم شنواری نامزد وزیر معارف، نجیب الله خواجه عمری نامزد وزیر تحصیلات عالی و صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه در لست آجندای این دور معرفی به مجلس نمایندگان نخواهد بودند. منګ د وزیرانو موضوع د شنبه پور از اجنډا کې نیولې ده چې سرپرست وزیران به راځي دي معاون دو د رئیس جمهور له خوانه به ولسي جرګې ته معرفي کیږي. نو د شنبه ورځ اجنډا موږ صرف د سرپرست وزیرانو په خاطر ده. هرچند بیشتر از 3 سال از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، اما تا کنون کابینه حکومت به گونه کامل شکل نگرفته است. در حمله انتحاری امروز در شهر جلال آباد ننگرهار 8 تن جان باختند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند این حمله پس از چاشت امروز در نوحه اول شهر جلال آباد در برابر منزل شیخ اکرم فرمانده پلیس محلی ولسوالی خیوه این ولایت رخ داده است. حوالی ساعت 2:30 پس از چاشت روز پنجشنبه یک انتحار کننده مواد امراهش را در ناحیه اول شهر جلال آباد منفجر کرد که در نتیجه آن 8 غیر نظامی جان باخته و 16 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. حمله بر معترضان شده که در ننگرهار بر ضد رئیس شورای ولایتی جمع شده بودند. مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند که مهاجم انتحاری در مقابل منزل شیخ اکرم یک فرمانده پیشین پلیس محلی ولسوالی خیوه حمله را انجام داده است. وقتی که تظاهرات ساعت 1:10 گدمایی از یا خاتمه یافت و یا رفتن در منزل شیخ اکرم به صرف طعام چاشت، بعد از اینکه نان چاشت خورده برآمدن در بین مردم عام و طفل و مردم ملکی خود انتحار کرد. وی میگوید این حمله زمان انجام شد که طرفداران شیخ اکرم پس از تظاهرات به سوی خانه های خود میرفتند. تعداد 8 نفر از هموطنان ما شهید شده و تعداد 15 نفر هم زخمی. از بین 8 نفر شهیدان 2 نفرش طفل هستند.
شاهدان رویداد گفتند که حمله کننده سوار بر موترسایکل بود. ریاست صحت عامه ننگرهار میگوید که از این رویداد 8 جسد و 16 زخمی به بیمارستان انتقال داده شده است. مجموعه نتتنه شهیدان رو سوی دی هم دارنگا شپار استنه سدی اغا تپیان دی پتپیانو که ماشومان هم سته لویان هم سته سپنگیر هم سته تپیان انشاءالله طول در ملین لاندی دی و صرف سلوری لپینزو مریضان حالت وخیم. از این حمله شیخ اکرم فرمانده پلیس محلی جان به سلامت برده اما خانهش خساره دیده است. مسئولیت این حمله را تا حال فرد یا گروه بردوش نگرفته است. یک مرد که دو طفل خانم و دختر بزرگش را در شهر فرا به قتل رسانده بود از سوی پلیس بازداشت شد. آمار امنیت فرماندهی پلیس فرا میگوید مرد بازداشت شده با خواست همسر دوم خود اقدام به قتل خانم اول و سه فرزندش کرده است. خانم این مرد نیز به اتهام همدستی در قتل بازداشت شده است. این گزارش را همکارم خوشحال زلان از ولایت فرا فرستاده است. چند روز قبل دو طفل خردسال در شهر فرا سر بریده شدند و دو خانم نیز با ضربات چاقو و شلیک گلوله کشته شدند. این چهار تن اعضای یک فامیل بودند که به تازگی مشخص شد پدر این خانواده عامل اصلی این جنایت است. گلبهار مجاهد آمر امنیت فرماندهی پلیس فرا میگوید فردی که دو پسر خردسال خانم و یک دختر کلانش را به شکل فجیع به قتل رسانده بود بازداشت و پس از تحقیقات به جرمش اعتراف کرده است. دو تا زن داشت، با هدایت یا با راهنمایی زن جدید خانم خود از بین میبره. آمر امنیت فرماندهی پلیس فرا میگوید این فرد دو خانم داشت که به خواست خانم دومیش سه فرزند و خانم اولی خود را کشته است. بنا به اظهارات وی خانم دومی این مرد نیز به اتهام همدستی در قتل از سوی پلیس بازداشت شده است. در یک خبر دیگر، چهار سرباز پلیس در حمله طالبان مسلح به پاسگاه امنیتی در منطقه شمالگاه فرا زخمی شدند. در این رویداد به طالبان مسلح نیز آسیب رسیده است، اما از تلفات دقیق آن معلوماتی در دست نیست. من امشب داد سر پوستای سور عمله کرده بود، خوشبختانه بعد از 20 دقیقه قبضه شد. همزمان در سر پوستی سمت خیلی شاولگاه عمله میکنه که در اوجه ما 4 نفر زخمی داریم و همه قبضه شد بعد از 2 ساعت درگیری. در کمتر از یک ماه در مرکز ولایت فرا حدود 40 تن از نیروهای امنیتی افغان پس از حمله طالبان مسلح به پاسگاه‌های امنیتی کشته و شماری هم زخمی شدند. فعالین مدنی و باشندگان فرا از افزایش ناامنی ها نگران هستند. دوباره خوش آمدید. چند خبر کوتاه از جهان ببینید. محکمه در پاکستان حافظ سعید را که بعد طراحی حمله به شهر ممبای هند در سال 2008 بود رها کرده است. وکیل مدافع او و سرانوال پروندهش به رسانه های بین المللی گفتند که یک محکمه لاهور خواست حکومت محلی را برای حفظ وی در نظربند برای 60 روز رد کرده است. این کار به احتمال قوی خشم مقام های امریکا و هند را برمی انگیزد و باور آنان حافظ سعید در حمله ممبای دست داشته است. در حمله ممبای در سال 2008 میلادی 166 نفر کشته شده بودند. میانمار و بنگلادش برای بازگرداندن مسلمانان روهینگیایی به توافق رسیدند. این توافقنامه در نایپیداو پایتخت میانمار امضا شده، اما جزئیات آن تا حال فاش نشده است. بنگلادش این توافقنامه را نخستین قدم برای بازگشت مسلمانان روهینگیایی میداند و مقام های میانمار گفتند که به زودترین وقت پذیرای مسلمانان روهینگیایی خواهد بود. سازمان های امدادرسان با ابراز نگرانی از بازگشتاندن پناهندگان روهینگیایی گفته که امنیت آنها باید تضمین شود. روسیه، ایران و ترکیه برای حل بحران سوریه پیشنهاد تازه ای را مطرح کردند. در جنگ های بیش از 6 سال گذشته در سوریه بیش از 300 هزار تن کشته شدند و بیش از 6 میلیون دیگر مجبور به پناهندگی در خارج از کشورشان شدند. گزارش ها می رساند که 5 میلیون شهروند دیگر سوریه در داخل کشورشان بی جا شدند. طرح مسکو، انقره و تهران گرد هم آوردن مقام های حکومت سوریه و رهبران گروه های مخالف سیاسی این کشور است. دوباره خوش آمدید و حال هم توجه کنیم به رویداد اقتصادی.
کارخانه های تولیدی در پارک های صنعتی از کمبود برق روزانه صدها هزار افغانی زیان می کنند. رئیس شورای عالی صنایع و سرمایه گذاران می گوید در یک ماه پارک های صنعتی 16 روز برق ندارند. ریاست برق کابل اطمینان می دهد که این مشکل حل خواهد شد. جزئیات بیشتر از سمیرا ظفری. بیشتر از 200 کارخانه در پارک‌های صنعتی فعالیت دارند که می‌تواند تا حد نیازهای داخلی را تأمین کنند، اما کمبود برق بر تولیدات آنان تأثیر منفی گذاشته است. بر اساس آمار مالکان کارخانه‌ها، آنان در یک هفته 3 روز برق ندارند. ما به هر فابریکه روزانه به 100,000 افغانی برای متضرر میشن که تقریبا از 10,000 گرفته تا 100,000 و تا 200,000 هر فابریکی ما متضرر میشن. اما شرکت برق میگوید تلاش دارد تا مشکل برق پارک های صنعتی را رفع کند. در حدود 80 میگاوات برق ما را پارک های صنعتی میگیره که اگر ما شبانه هم به اینا برق بتیم به خاطر رهایش باز ما بسیار زیاد مشکلات داشته باشیم. به خاطر رفع نقیزه فعلا ما که برق حرارتی روشن شود یک سلسله برق از اینا بهترتر میشه. با فرارسیدن فصل سرما پرچاوی های برق افزایش می‌یابد، اما اکنون کارخانه داران میگویند که از این بابت کارهای آنان با رکود روبرو است. در ادامه هم توجه کنین به نرخ اسعار. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 85 پول، یک یورو 81 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه پاکستانی 636 افغانی و 1000 روپیه هندی 1060 افغانی. کابل نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1. هرات نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. مزار شریف نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 3. جلال آباد نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. و سرانجام غزنی نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 2 پیش بینی شده است. پایان خبرها، شب بر همه شما خوش. خدا حافظ.